درود بر شما دوستان و همراهان به این کلیپ و به این درس خوش آمدید. در خدمت شما این با درس هفت از سری درس‌های داستان‌های گرامری انگلیسی و در این درس می‌خواهیم به زمان حال استمراری یا Present Continuous یا Present Progressive بپردازیم و با بیان داستانی ساده و جالب همراه با روالی مشخص. با زمان حال استمراری آشنا بشیم و با تمرین با جملاتی که در زمان حال استمراری برای شما بیان میشن این زمان رو بهش مسلط بشیم و خوب یاد بگیریم پس شما هم فراموش نکنید که همراه و همگام با این کلیپ آموزشی پیش بیاید و در تمرینات این درس شرکت بکنید تا بتونید به این زمان و به این ساختار مسلط بشید و یک بار برای همیشه اون رو یاد بگیرید فقط دوستان یه موضوع فراموش نکنید که با سابسکرایب کردن کانال انگلیسی مثلاب پردن جزء اولین نفراتی خواهید بود که کلیپ های آموزشی انگلیسی مثلاب پردن رو دریافت خواهید کرد و از اونها استفاده خواهید کرد بسیار خوب دوستان بپردازیم به درس هفت از سری درس های داستان های گرامریک و در مورد زمان حال استمراری دوستان همطور که دارید مشاهده می کنید ساختار حال استمراری به صورت زیر بیان میشه یعنی فائل به علاوه ام یا ایز یا آر به علاوه فعل به صورت آینجی به علاوه بقیه جمله حالا در مثال هایی که خدمت شما تقدیم میشه بیشتر با این ساختار آشنا خواهید شد بپردازیم به داستانمون و با مثال هایی که خواهید دید بیشتر توضیح خدمت شما تقدیم خواهد شد Now Janet is in her house. Now Janet is in her house. Now یعنی اکنون یعنی همین حالا Janet یعنی خانومی به اسم Janet is است این در داخل her house داخل خانه اش خانه اش کجاست ما نمیدونیم فعلا Now Janet is in her house اکنون یا حالا جنت در خونش قرار داره داخل خونشه البته دوستان دقت بکنید این ساختاری که الان اشاره کردیم ساختار حال ساده است که در داستانهای قبلی خدمت شما توضیح دادیم و بیان کردیم اما برای شروع داستان برای که بتونه داستان رو برای ما بیان بکنه یک جمله با زمان حال ساده رو بیان کرده Now Janet is in her house یعنی الان اکنون جنت در خونش قرار داره داخل خونشه و فراموش نکنید اگر میخواید یاد بگیرید همین جمله رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رس‌ها تکرار بکنید. Now Janet is in her house. Now Janet is in her house. She is sitting on a wooden chair. She's sitting on a wooden chair. شی فائل جمله است یعنی اوی معنس داره در مورد کی صحبت میکنه در مورد جنت که در جمله قبلی معرفیش کردیم و چون در جمله قبلی معرفی شده حالا از زمیر براش استفاده کرده زمیر شی یعنی اوی معنس و در اینجا داره در مورد جنت صحبت میکنه is sitting is sitting یعنی در حال نشستن است همین است ساختار حال استمراری sit یعنی نشستن sitting حالت ing فل یعنی در حال نشستن و همونطور که میبینید یه دونه تی هم بهش اضافه شده She is sitting یعنی او در حال نشستن است و همونطور که میبینید از is برای سوم شخص که در اینجا شیه استفاده کردیم she sitting یعنی او در حال نشستن است یعنی یه کاری که تداوم داره یه کاری که ادامه داره چیزی که داریم بیان میکنیم و منظورمونه اینه که یک فردی در یک بازه زمانی خاص یک مدتی رو در یک جایی نشسته she sitting یعنی همین الان داره مینشینه در حال نشستن آن یعنی روی A آرتیکل A برای اشاره به یک وودن یعنی چوبی وود یعنی چوب وودن یعنی چوبی چر یعنی صندلی A wooden chair یعنی یک صندلی چوبی She's sitting on a wooden chair یعنی او در حال نشستن روی یک صندلی چوبی است یه کاری رو داره انجام میده که استمرار داره و ادامه داره یعنی در حال نشستن هنوز نشستنش ادامه داره پس حال استمراری استفاده کرده حالا نوبت شماست همین جمله‌ای که میشنوید رو در قسمت کامنت اگر هدفتون یادگیری است و اگر میخواید یاد بگیرید لطفا همین جمله رو بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید و فراموش نکنید که تکرار شما با صدایی رسا بسیار تاثیر خواهد داشت در یادگیری شما She is sitting on a wooden chair She's sitting on a wooden chair. She is holding a coat. She's holding a coat. شی دوباره داره در مورد جنت صحبت میکنه. is holding ساختار حال استمراری و hold شکل ساده فعله یعنی نگه داشتن holding در حالت ing استفاده شده. She is holding یعنی او دارد نگه میدارد در حال نگه داشتن است. پس گفتیم که در حال نشستن روی صندلیه و در حال نگه داشتن یک کت یک کت a coat یعنی یک کت یک کوت رو در دستش نگه داشته شیز holding a coat یعنی دارد یک کوت را در دستش نگه میدارد، یک کاری که استمرار داره حالا نوبت شماست در قسمت کامنت همین جمله‌ای که میشنوید رو بنویسید اگر هدفتون یادگیری است اگر میخواهید خوب یاد بگیرید و بهش مسلط بشید she is holding a coat. She's holding a coat. She is fixing it. She's fixing it. She دوباره داره در مورد جنت صحبت میکنه. Is fixing حالت استمراری فعل تعمیر کردن یا فیکس کردن. فیکس یعنی تعمیر کردن. فکسینگ حالت آی آینجی و از به این دلیل استفاده شده که فائل ما سوم شخص مفرده شیز فکسینگ یعنی او دارد فیکس می کند دارد تعمیر می کند چی رو؟ ات ایت یعنی آن اشاره به دور حالا در مورد چی داره صحبت میکنه؟ ایت به چی برمیگرده؟ برمیگرده به کوت یه کوت در دستش گرفته بود حالا داره چیکار میکنه؟ داره تعمیرش میکنه شیز فیکسینگ it او دارد کت را تعمیر می کند او دارد آن را تعمیر می کند حالا نوبت شماست اگر هدفتون این است که رشد خوبی در یادگیریتون داشته باشید همین جمله را در قسمت کامنت بنویسید و با صدایی رسا تکرار بکنید و فراموش نکنید که تکرار شما با صدای رسا بسیار تأثیر خواهد داشت در یادگیری شما She is fixing it She's fixing it. James is Janet's husband. James is Janet's husband. جیمز یعنی آقای به اسم جیمز و همونطور که میبینید اسم خاصه پس همیشه در نظر داشته باشید که در انگلیسی هر وقت خواستیم اسم خاص رو بنویسیم باید اولش کپیتال باشه یعنی با حرف بزرگ شروع بشه در هر جای جمله هم باشه فرقی نمیکنه باید حرف اولش به صورت بزرگ نوشته بشه جیمز یعنی آقای جیمز کیه شوهر جنته حالا میبینیم از است جنت آپاستروفی اس برای بیان مالکیت استفاده شده جنت هازبند هازبند یعنی شوهر جنت هازبند یعنی شوهر جنت جیمز is جنت هازبند یعنی جیمز شوهر جنت همطور که میبینید این ساختار ساختار حال ساده است حالا میخواد یک اصل یک حقیقت یک واقعیت رو بیان بکنه پس از حال ساده استفاده میکنه James is Janet's husband یعنی جیمز همسره یا شوهر جنته حالا نوبت شماست اگر هدفتون یادگیریست ما دیگه هنقدر تکرار میکنیم دلیلش اینه که دوستان تمرین کردن شما شرکت کردن شما در کامنت ها و تمرین شما بسیار اهمیت داره در یادگیریتون و هدف ما این است که اگر ما داریم برای شما وقت میگذاریم کلیپ های آموزشی درست میکنیم، هدف ما این است که شما هم استفاده کنید شما هم یاد بگیرید و رشد بکنید. پس همین حالا همین جمله رو در قسمت کامنت بنویسید. جیمز is Janet's husband. James جیمز جنت husband. He is sitting in هی He He, زمیر مفرد سوم شخص یعنی آقا اوی آقا اوی آقا کیه؟ جیمز داره در مورد جیمز صحبت میکنه He is sitting یعنی او دارد می نشیند یا او در حال نشستن است یه کاری که ادامه داره James یا he is sitting یعنی جیمز یا او نشسته است دارد می نشیند در حال نشستن است این یعنی در front یعنی جلوی in front یعنی در جلوی of her یعنی اوی مؤنس مال اوی کی کیو داره میگه جنت رو داره میگه in front of her یعنی جلوی جنت روبروی جنت he is sitting یعنی او دارد نشیند او در حال نشستن است یه کاری که ادامه داره he is sitting in front of her یعنی جیمز یا او اوی مزکر دارد می نشیند در جلوی جنت روبروی جنت پس حالا متوجه شدیم که آقای جیمز روبروی جنت داره می شینه و نشستنش هم ادامه داره He is sitting in front of her یعنی او در حال نشستن روبروی جنت است حالا نوبت شماست با هدف یادگیری اگر اومدید همین جمله رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید و فراموش نکنید که تکرار شما با صدای رسا بسیار تاثیر خواهد داشت در یادگیری شما. He is sitting in front of her. He is sitting in front of her. He is fixing clothes too. هی بازره fixing clothes too. He در مورد جیمز صحبت میکنه. او مذکر سوم شخص. is یعنی است. fixing در حال تعمیر کردن همونطور که گفتیم حالت ing فعل fix. He is fixing یعنی او دارد تعمیر میکند. کی جیمز رو داره میگه. او آقا، او مذکر. clothes یعنی لباس ها clothes یعنی لباس clothes یعنی لباس ها to یعنی همچنین در پایان جمله اومده و یعنی همچنین یکی از کاربردهاش همینه he is fixing clothes to یعنی او هم دارد لباس تعمیر میکند او هم همچنین دارد لباس تعمیر میکند پس جنت رو داریم که نشسته روی صندلی چوبی که داره یک کت رو تعمیر میکنه و در روبروی او جیمز شوهرش نشسته و او هم داره لباس تعمیر میکنه He is fixing clothes too یعنی او هم دارد لباس تعمیر میکند حالا در قسمت کامنت نوبت شماست بنویسید He is fixing clothes too He is fixing clothes too elizabeth is sitting next to james elizabeth is sitting next to james Elizabeth اسم خاصه یعنی الیزابت یه خانمی به اسم الیزابت is sitting یعنی در حال نشستن است بازم ساختار حال استمراری Elizabeth is sitting یعنی الیزابت در حال نشستن است دارد می در حال نشستن است next یعنی بغل دست یا بعدی یا کناری next to یعنی بغل دست یه چیزی next to بغل دست یه چیزی James یعنی James Next to James یعنی کنار دست بغل دست جیمز Elizabeth is sitting next to James یعنی الیزابت کنار جیمز در حال نشستن است کاری که ادامه داره کاری که استمرار داره پس نشستنش یه مدت طول داره میکشه پس میگیم Elizabeth is sitting next to James یعنی الیزابت در کنار جیمز در حال نشستن است پس الیزابت هم به داستانمون اضافه شد حالا نوبت شماست که در قسمت کامنت بنویسید Elizabeth is sitting next to James Elizabeth is sitting next to James She is Janet's sister She is Janet's sister. She یعنی اوی معنس، اوی خانوم. کیو داره میگه؟ Elizabeth. Elizabeth is asked Janet. Apostrophe S برای بیان مالکیت sister یعنی خواهر Janet sister یعنی خواهر جنت حالا برای بیان یک حقیقت یا یک واقعیت از زمان حال ساده داره استفاده میکنه She is Janet sister یعنی او خواهر جنت است یعنی خواهر زنه. آقای جیمز شی از جنت سیستر حالا نوبت شماست اگر میخواید خوب یاد بگیرید و مسلط بشید در قسمت کامنت همین جمله رو بنویسید و با صدای رسا حتما تکرار بکنید شی از جنت سیستر شی از جنت سیستر Right now she is helping Janet and James. Right now she is helping Janet and James. Right now can اکنون همین الان که من دارم با شما صحبت می کنم همین الان که داریم با هم این داستان رو مرور می کنیم right now she یعنی او یه خانم کیو میگه الیزابت رو در جمله قبل معرفیش کرد حالا داره در موردش یه جمله رو بیان میکنه she is helping یعنی او دارد کمک می کند فعل help یعنی کمک کردن helping در حالت ing she is helping یعنی او دارد کمک می کند پس تا اینجا داریم right now she's helping همین الان او داره کمک میکنه به کی؟ جنت و جیمز به جنت و جیمز به به خواهر اومده داره به خواهر و شوهر خواهر کمک میکنه right now she's helping جنت و جیمز حالا نوبت شماست در قسمت کامنت اگر هدفتون یادگیری است و میخواهید مسلط بشید همین جمله رو بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید Right now she's helping Jonathan James Right now she's helping Jonathan James They are working together. They are working together. They یعنی آنها چه کسی رو داره میگه؟ جنت، الیزابت و جیمز رو آنها، آنها They are یعنی هستند Working یعنی در حال کار کردن Work یعنی کار کردن Working حالت آی آینجی. They are working یعنی آنها در حال کار کردن هستند آنها دارند کار میکنند کیو میگه؟ الیزابت، جیمز و جنت آنها دارند کار می کنند together together یعنی با همدیگه. ستایی با هم نشستن دارن لباس تعمیر میکنن They are working together یعنی آنها با هم دیگه در حال کار کردن هستند. کاری که استمرار داره کاری که ادامه داره در حال کار کردن هستند، در حال تعمیر کردن هستند. حالا نوبت شماست در قسمت کامنت همین جمله رو بنویسید و با صدایی رسا تکرار بکنید تا بتونید بهش مسلط بشید They are working together They are working together. They are fixing clothes. They are fixing clothes. They, دوباره her در مورد آنها on می‌کنه. آنها همون سه نفر James, Janet, and Elizabeth are fixing. یعنی دارند تعمیر میکنند حالا می بینیم که وقتی از they استفاده کردیم از are استفاده باید بکنیم they are fixing یعنی آنها دارند تعمیر میکنند کنند clothes یعنی لباس clothes یعنی لباس ها they are fixing clothes یعنی آنها دارند لباس ها رو تعمیر می کنند حالا نوبت شماست در قسمت کامنت همین جمله رو بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید اگر میخواهید خوب یاد بگیرید they are fixing clothes they are fixing clothes At this moment, a man is coming in. At this moment, a man is coming in. At this moment یعنی در همین لحظه This یعنی این At یعنی در Moment یعنی لحظه گاه همین دقیقه همین الان at this moment یعنی همین الان همین موقع a man یعنی یک مرد آرتیکل A یعنی یک من یعنی یک مرد یک فرد یک فردی که یک آقای is یعنی است coming در حالت ing فعل کام کام یعنی آمدن is coming یعنی دارد می آید a man is coming یعنی یک مرد داره میاد کجا میاد in داخل A man is coming in یعنی یک مرد داره میاد داخل کی at this moment در این لحظه A man is coming. یک مرد داره میاد داخل At this moment a man is coming in یعنی در همین لحظه یک مرد داره به داخل میاد به داخل خونه میاد دوستان در مورد این قسمت دقت بفرمایید A man is coming in ساختار حال استمراری است دوباره Is coming یعنی دارد می آید In یعنی داخل A man is coming in یعنی یک مرد داره به داخل میاد حالا نوبت شماست که در قسمت کامنت همین جمله رو بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید تا بتونید بهش مسلط بشید. At this moment a man is coming in. At this moment a man is coming in. He is wearing dark clothes. is wearing dark clothes he yani u ya is wearing در حالت ing فعل wear یعنی پوشیدن wear یعنی پوشیدن wearing حالت ing فعل is wearing یعنی دارد می پوشد he is wearing یعنی او دارد می پوشد و در واقع منظورش این نیست که اون آقای همین الان داره لباس می پوشه منظورش اینه که اون لباسایی که پوشیده و در همراه خودش داره و حمل میکنه چیه dark clothes لباس های تیره هستند دارک یعنی تاریک تیره clothes یعنی لباس ها wearing dark clothes, یعنی او لباس های تیره پوشیده است در حال پوشیدنشونه در حال حمل کردنشونه یعنی لباس تیره پوشیده حالا نوبت شماست در قسمت کامنت همین جمله رو بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید he wearing dark clothes He's wearing dark clothes. He is carrying a pile of clothes. He's carrying a pile of clothes. He داره در مورد کی صحبت میکنه داره در مورد اون آقاه صحبت میکنه پس از زمیر مناسبش استفاده میکنه هی او یه آقا is carrying carry یعنی حمل کردن is carrying یعنی دارد حمل می کند a pile a یعنی یک pile یعنی انبوه چند تا روی همدیگه انباشته شده روی همدیگه of clothes یعنی مربوط به لباس ها a pile of clothes یعنی انبوهی از لباس ها روی همدیگه انباشته شده انبوهی از لباس ها رو با خودش داره حمل میکنه در زمان حال استمراری بیان شده is carrying یعنی دارد حمل میکند چی رو a pile of clothes انبوهی از لباس ها رو he is carrying a pile of clothes یعنی او دارد انبوهی از لباس ها را حمل میکند پس یه آقایی داره میاد خونه و لباس های تیره هم پوشیده و انبوهی از لباس ها رو هم با خودش حمل میکنه داره میاره داخل خونه حالا بریم ببینیم چه اتفاقی میفته حالا نوبت شماست در قسمت کامنت اگر هدفتون یادگیریست همین جمله رو بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید عزیزان He is carrying a pile of clothes He is carrying a pile of clothes They are all working very hard. They are all working very hard. They یعنی آنها کیو داره میگه؟ جنت، الیزابت، جیمز و اون آقاه که ما اسمشو نمیدونیم. They یعنی آنها are هستند All همه working در حال کار کردن work یعنی کار کردن working حالت ing they are working یعنی آنها دارند کار می کنند they are all working یعنی همه آنها دارند کار می کنند همون چهار نفرشون very hard very یعنی بسیار hard یعنی سخت very hard یعنی بسیار سخت بسیار سخت کوشانه They are all working very hard یعنی آنها دارند بسیار سخت کار میکنند دارند لباس تعمیر میکنند پس ساختار حال استمراری استفاده شده کاری که ادامه داره They are all working very hard یعنی آنها همه در حال سخت کار کردند هستند حالا نوبت شماست که در قسمت کامنت اگر هدفتون یادگیری است اگر شما هم میخواید سخت کار بکنید اگر شما هم میخواید به موفقیت برسید همین جمله رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید They are all working very hard They are all working very hard بسیار خوب عالی بودید آفرین بر شما که در تمرینات شرکت کردید آفرین بر شما حالا میخوایم به قسمت چالش برانگیز این درس و این کلیپ برسیم چی کار میخوایم بکنیم مگه؟ حالا بهتون میگم حالا شما هم باید همگام با من و همگام با این کلیپ جملاتی که خوندیم رو یک بار با صدای رسا بیان بکنید و حتما صدای خودتون رو ضبط بکنید که قرار بر این است که شما بعد از اینکه صدای خودتون رو ضبط کردید باید بیاید گوش بدید ببینید شما چی دارید میگید من چی میگم این کلیپ چی میگه و در این صورت میتونید با مقایسه نحوه بیان و تلفظ خودتون با نحوه تلفظ و بیان در این درس میتونید اشتباهات خودتون رو پیدا بکنید و آنها رو رفع بکنید پس آماده باشید یک بار دیگه با هم به صورت کند داستان رو میخونیم ببینیم از کجا به کجا رسیدیم آماده این بزن بریم Now Janet is in her house. She is sitting on a wooden chair. She is holding a coat. She is fixing it. James is Janet's husband. She is sitting in front of her. He's fixing clothes too. Elizabeth is sitting next to James. She is Janet's sister. Right now she's helping Janet and James. They are working together. They are fixing clothes. At this moment, a man is coming in. He's wearing dark clothes. He's carrying a pile of clothes. They are all working very hard. بسیار همالی دمتون گرم کارتون درسته میبینم که تو تونستید دقیقا به همین سرعتی که در این داستان و در این کلیب بیان کردیم تونستید بیان بکنید فراموش نکنید حتما این کلیپ رو الان متوقف کنید برید گوش بدید ببینید خودتون چطور خوندید حتما این کارو بکنید خیلی از شما هم فقط این کلیپ رو میبینن دوستان فراموش نکنید بین آن چیزی که شما میتونید بشنوید و میتونید بخونید با اون چیزی که میتونید بیان بکنید با صدای رسا و بنویسید خیلی فرق داره اشتباه رایجی که بسیاری از زبان آموزا دوچار اون میشن فکر میکنن اگر میتونن بشنون و متوجه بشن حتما میتونن بیانش کنن حتما میتونن بنویسنش نه به هیچ وجه اینجوری نیست خیلی از زبان آموزا دوچار این اشتباه میشن پس حواستون باشه شما دچار این اشتباه نشید حتما صدای خودتون رو ضبط بکنید و بیان بکنید خواهید دید که توانمندی شما انقدرها هم نیست گول نخورید خودتون رو گول نزنید حتما تکنیک هایی که گفته میشه رو رعایت بکنید عزیزان حالا میخوایم یه مقدار چالشی ترش کنیم با سرعت نرمال و حالت نرمالی که یک داستان روایت میشه میخوایم داستان رو از ابتدا بخونیم ببینیم از کجا به کجا خواهیم رسید فراموش نکنید که شما هم همگام با این درس و همراه با این کلیپ بخونید و قرار است که صدای خودتون رو ضبط بکنید و با نحوه بیان در این کلیپ و در این درس مقایسه بکنید تا بتونید اشتباهاتتون رو پیدا بکنید و اونها رو اصلاح بکنید دوستان یه نکته شما باید یک محک برای یادگیری خودتون در مورد این درس یا هر مطلبی که تمرین میکنید داشته باشید محک چیه محک این است که شما بیاید خودتون رو چک کنید ببینید آیا واقعا تونستید این درس رو بخونید اگر در انتهای این درس تونستید به همین سرعت با سرعت نرمال این درس رو بخونید این داستان رو بخونید و بیان بکنید و وقتی که صدای خودتون رو ضبط کردید دیدید واقعا بهش مسلط شدید معنیش این است که شما خوب این درس رو یاد گرفتید اگر این تسلط در شما ایجاد نشده هیچ اشکالی نداره شما باید بیشتر تمرین کنید یک نفر با دو بار تمرین مسلط میشه یک نفر با یک بار یک نفر با صد بار هیچ اشکالی نداره اون کسی که صد بار باید تمرین بکنه در ابتدای راه یادگیری قرار داره و اشکالی نداره همین تمرینات باعث میشه که شما قوی تر و قوی تر بشید پس این محکی که باید خودتون رو درش بگذارید و ازش بیاید بیرون ببینید شما چقدر یاد گرفتید رو هم خدمت شما اعلام کردیم آماده این یک بار میخوایم با صورت نرمال همین داستان رو بخونیم شما هم باید صدای خودتون رو ضبط بکنید و با نحوه بیان در این درس مقایسه بکنید و همونطور که گفتیم اگر این تسلط در شما ایجاد نشده دوباره سه باره ده باره صد باره هزار باره همین درس رو فعلا تعمیرین کنید این درس باید تبدیل بشه به بزرگترین اولویت شما در مسیر یادگیریتون پس اگر این کار رو انجام بدید و یادگیری عمیق رو سرلوحه یادگیریتون قرار بدید در بازه زبانی بسیار کمی به رشد انفجاری در یادگیریتون خواهید رسید آماده یک بار بریم با سرعت نرمال این داستان رو بخونیم Now Janet is in her house. She is sitting on a wooden chair. She is holding a coat. She is fixing it. James is Janet's husband. She's sitting in front of her. He's fixing clothes too. Elizabeth is sitting next to James. She's Janet's sister. Right now she's helping Janet and James. They are working together. They are fixing clothes. At this moment a man is coming in. He's wearing dark clothes. He's carrying a pile of clothes. They are all working very hard. <laughs> با همین سرعت و با حالت نرمال داستان رو بیان کنید آفرین بر شما و آفرین بر اونهایی که دارن تمرین میکنن که به این سطح برسن هیچ اشکالی نداره حتما باید تمرین کنید حتما باید به این سطح برسید و راهش فقط تمرینه راهش فقط تکراره حتما این کار انجام بدید حتما تکرار بکنید حتما هر بار صدای خودتون رو ضبط بکنید و با نحوه بیان در این درس مقایسه بکنید تا اون رشدی که لازمه در شما ایجاد بشه و به اون تسلط برسید بی نهایت سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان فراموش نکنید که کانال انگلیسی مستحب خوردن رو برای دریافت درس های آینده و بعدی سابسکرایب یا فالو بکنید تا جز اولین نفراتی باشید که درس ها به دست شما میرسه و میتونید از اونها استفاده بکنید در جهت یادگیری و رشد انفجاری در یادگیریتون و زبان انگلیسیتون داشته باشید